سلام به شما. با خبر دست و لو طلو نیوز خوش آمدید. عناوین مهمترین خبرها: سربلند کردن امید در میان ناامیدی ها. وزارت معرف نشست های وزیر معرف با رهبران امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتب های دختران را پردستاورد و امیدوار کننده می دانند. ادامه بستماندن مکاتب دخترانه نشان دهنده عدم تعهد طالبان اقبال گفته هاشان نسبت به مردم افغانستان است. حمله های پاکستان بر افغانستان و واکنش ها در برابر آن، شمار این حملات را تجاوز آشکار پاکستان بر افغانستان می گویند. باید پاکستان معذرت خواهی کنند و بالاخره تاوان تمام از این شهدایی که در خوست و در کنر شده تاوانش ببرد. پیشتر آمدن سازمان ملل از ابراز نگرانی، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان می گوید در سفرش به افغانستان موارد نقض حقوق بشر را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. مسلماً که من نظارت خواهم کرد و درباره این خشونت‌ها معلومات دریافت کنم. این بخش مهم از کار من است. و وضع تحریم و ورود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به روسیه. من بهرام امان تا نیم ساعت در طلوع و یک ساعت دیگر در طلوع نیز میزبانتان خواهم بود. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان در اعتراض در کابل از امارت اسلامی میخواهند که مکتب‌های دختران را هرچه عاجل‌تر بازگشایی کند. در این حال وزارت معرف میگوید که در سه هفته پسین نشست‌های وزیر معرف با رهبران امارت اسلامی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم پردستاورد و امیدوارکننده بوده. وزارت معارف تلاشه سه هفته مسئولان این وزارت را با رهبری امارت اسلامی از بهر بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم را مثبت می داند. سخنگوی این وزارت می گوید که رهبری امارت اسلامی درباره بازگشایی این مکتب ها چراغ سبز نشان دادند. د چهارشنبه مجلس ډیر مفید و نننی مجلس ته هم د مفیدوالی ګټه ده. ټول جزئیات موږ نسو شریکولی، خو په مجموع کې یو زرغون څراغ لګیدلی ده. مثبت طرف ته حرکت پیل سوی، تحرک پیل سوی. آقای ریان می افزاید که رفتن دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم به مکتب برای امارت اسلامی مهم است و کوشیده می شود تا هرچه زودتر این مکتب ها باز گردد. په هیواد کې چې هره میرمن اوسیږي، هره نجلۍ اوسیږي، هغه د اسلامي عمارت د یوه غړې لور ته، د اسلامي عمارت د یوه غړې خور ته هیڅوک نه غواړي چې د هغه لور، د هغه خور له تعلیمه بې برخه پاته وي. همزمان جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را نگران کننده می‌داند و خواهان بازگشایی این مکتب‌ها هستند. اینجا یک نسل از ابتدایی ترین حق انسانیشان محروم هستند و یک نسل به جرم زن بودن حق تعلیم، حق آموزش، حق مشارکت سیاسی و اجتماعی و حق کار در محیط بیرون از خانه را ندارند. ادامه بسته‌ماندن مکاتب دخترانه نشان دهنده عدم تعهد طالبان اقبال گفته هاشان نسبت به مردم افغانستان است. پیش از این باون دوم رئیس الوزرا گفته بود که شاید مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم در این نزدیکی‌ها بازگشایی شوند. وزارت دفاع حمله های پاکستان بر خوست و کنر را ظالمانه دانسته و هشدار میداد که هیچ کشور نباید افغان ها را مجبور به عمل متقابل بسازد. جمعه شب هواپیماهای پاکستانی بخشی از ولایت های خوست و کنر را بمباردمان کردند که بر اساس گزارش ها در آن بیش از 40 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. معترضان خشمگین در ولسوالی غنیخیل ننگرهار امروز یکشنبه با سر دادن شعارهای ضد پاکستان خواهان جلوگیری از تکرار حمله های پاکستان بر افغانستان شدند. پاکستان خوست که من سر زیادتی کرده دی، من خود شیطانی کرده دی، من مشومان شیطان کرده دی، من ورت مرتد گورو، من پاکستان دی. روز شنبه باشندگان ولایت خوست نیز اعتراضات مشابهی داشتند. این اعتراضات پس از آن انجام می شوند که هواپیماهای پاکستان جمعه شب بخشهایی از ولسوالی اسپیره ولایت خوست را بمباردمان کردند و بر بخشهایی از کنر موشک پراگنی کردند. در این حمله ها بیش از 40 کشته و بیش از 20 زخمی گزارش شده است. این حمله های پاکستان با واکنش های گسترده ای روبرو شده است.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این حمله ها را نقض حاکمیت ملی افغانستان می‌داند و نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد آن را تجاوز علیه تمامیت ارضی افغانستان و نقض آشکار قوانین بین المللی پنداشته است. باید از پاکستان معذرت خواهی کنه و بالاخره تاوان تمام از این شهدایی که در خوست و در کنر شده تاوانش را بپردازه. کاربران شبکه های اجتماعی به این حمله ها واکنش های گوناگونی داشتند و دفتر معاونت سازمان ملل متحد نیز با ابراز نگرانی گفته است که غیر نظامیان نباید مورد حمله قرار گیرند. منظور پشتین رهبر جنبش حفاظت از پشتون ها و محسن داور در پیوند به این حمله ها نیز ابراز نگرانی کردند. منظور پشتین گفته است که علت سالها جنگ در افغانستان پالیسی استراتژیک پاکستان است. پاکستان و افغانستان په داسې حالت کې دي چې نورو جګړو ته یا نور تاوتریخوالي ته زما خیالی چې دور برداشت او زغم نشته چې دواړه هیوادونه د خبرو پر ځای باندې دغه لار خپله کړي. در همین حال وزارت دفاع هشدار میدهد که نباید هیچ کشوری افغانها را مجبور به عمل بالمثل سازد. هیچ کشوری افغانها را نیازماید و افغانها را مجبور نسازد که عمل بالمثل نماید، چون افغان ها در طول تاریخ این را ثابت ساخته که در مقابل هیچ متجاوزگر و اشغالگر بی جواب نمی ماند. اما وزارت خارجه پاکستان در یک اعلامیه در پیوند به این مسئله گفته است که نظامیان مرزی این کشور از خاک افغانستان هدف قرار گرفتند و با وجود تماس های مکرر با حکومت افغانستان در این مورد این حملات ادامه داشتند. در اعلامیه همچنان آمده است که پاکستان به حاکمیت ملی تمامیت ارضی و استقلال افغانستان احترام دارد و خواهان همکاری با حکومت افغانستان است. کابل گفته که ایجاد تنش بین کشورهای همسایه و افغانستان برای هیچ کس عواقب خوب در پی نخواهد داشت. معاون سخنگوی امارت اسلامی از جهان به ویژه کشورهای همسایه میخواهد تا چالش‌هایشان را با کابل از راه دیپلماتیک و مسالمت‌آمیز حل کنند. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که ادامه تنش‌های کشورهای همسایه با افغانستان روی تعامل آنان با امارت اسلامی اثر منفی می‌گذارد. در هفته‌های پسین افغانستان از ناحیه دو کشور همسایه ایران و پاکستان گواهی تنش‌های بوده که واکنش‌های جدی را در قبال داشت. تازه‌ترین مورد این تنش‌ها اقدام پاکستان به نقض حریم هوایی کشور، بمباردمان و موشک پراگنی بر مناطق از خوست و کنر می‌باشد. نگرانی‌ها این است که ادامه این گونه تنش‌ها بر روابط کابل با اسلام آباد و با تهران صدمه می‌زند. سیمی هیوادونه او د طالب چارواکو ترمنځ ترنګلي حالات د سیمې لپاره اندېښمنوونکي مسایل دي. د سیمې ټکاو او ثبات ورسره له منځه تللی شي. عملیات نظامی پاکستان بدون هر نوع اطلاع و هماهنگی در داخل خاک افغانستان که تجاوز حساب میشه صورت میگیره، وقتی که آبهای افغانستان به شکل کاملا بیرویش به طرف ایران سرازیر میشه و به اونا تحفه و هدیه داده میشه، من فکر میکنم که وضعیت را که طالبا ایجاد کرده در چگونگی تعامل با همسایه های افغانستان جدا نگران کننده است. پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، تلاش ها برای گسترش روابط دیپلماتیک با جهان به ویژه کشورهای همسایه جریان دارد. اما رویدادهای پیش آمده تازه چی تأثیر بر این تلاش ها دارد؟ ایران و پاکستان لوری د افغانستان د اوسنی نظام یا د اوسنی حکومت سره اړیکی نه منصفانه او نه هم د برابرۍ پر بنیاد باندې دي، او لبد مرغه په کور د نن طالبان هم تر ډیره بریده پوری د دغو دواړو هیوادونو سره د اړیکی د سیالی پر بنیاد باندې نه پالي. از دست دادن بازار افغانستان برای کالای پاکستان تاوان خیلی سنگین بر اقتصاد پاکستان خواهد داشت. از سوی هم میتونه باعث شود که کالای پاکستانی ایرانی از رسیدن به بازارهای آسیای میانه نیز باز بماند. اما مسئولان امارت اسلامی از کشورهای همسایه خواهان حل مشکلات از راه دیپلماتیکند. وضعیتی که بین کشورهای همسایه با افغانستان به تنش میره طبیعی است که عواقب خوب نداره، ولی پالیسی و موقف امارت اسلامی ای هست که تعامل خوب با تمام کشورها بالخصوص کشورهای همسایه داشته باشند. با آنکه نزدیک به 8 ماه از روی کار آمدن حکومت تازه در افغانستان می گذرد، این حکومت تا اکنون به شمول کشورهای همسایه از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان میگوید که در سفرش به افغانستان موارد نقض حقوق بشر را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. ریچارد بنت در گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید ادعاهای شکنجه، ناپدید شدن و بازداشت‌ها در افغانستان را از نزدیک بررسی میکند و یافته‌هایش را با ملل متحد شریک خواهد کرد. بنفشه بینش جزئیات میدهد. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در یک گفتگوی ویژه با تولونیوز میگوید که کارش را درباره حقوق زنان، آزادی بیان، اقلیت‌ها و بررسی ادعاهای خشونت‌ها در ماه می سال روان میلادی آغاز می‌کند. آقای بنت تأکید می‌ورزد که در سفرش به افغانستان ادعاهای شکنجه و قتل کارمندان حکومت پیشین را به گونه جدی بررسی خواهد کرد. مسلماً که من نظارت خواهم کرد و درباره این خشونت‌ها معلومات دریافت کنم. این بخش مهم از کار من است. می‌خواهم قابل دسترس باشم و روش‌های خیش را تنظیم کرده و کار خود را در ماه می آغاز کنم. من به این موارد دو ادعا جدی خواهم پرداخت. گزارشگر ویژه ملل متحد از امارت اسلامی می‌خواهد که به معاهدات بین جهانی پایبند بماند، زیرا به گفته او این تعهدات به سود حکومت کنونی در افغانستان نیز است. بدون در نظر داشت حکومت‌ها به دولت‌ها برمی‌گردند. بنابراین این تعهدات هنوز قابل تطبیقند. شما می‌پرسید این که آیا من مطمئنم که می‌توانم حاکمان کنونی را به خاطر پیروی آن قانع سازم؟ من امیدوارم. فکر می‌کنم این به سود مردم افغانستان و مقام‌های کنونی است. تمام موضوعات که ابعادی قضایای خارجی کشور ما را تشکیل می‌ده وارد گفتگو می‌شه و آماده است با تمام جناح‌ها و افراد و اشخاصی که در کشور می آیند با وزارت امور خارجه در تماس شوند، اونا باز طبق اصول خود اونا را راهنمایی می دهند. بنت در این گفتگو از بسته ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان ابراز نگرانی کرده و می گوید که برای حل این چالش با مسئولان امارت اسلامی گفتگو خواهد کرد. این حق برای همه جنسیت ها است. این نه تنها برای من بلکه برای افغان ها و اعضای جامعه جهانی مهم است. فکر می کنم این موضوع کلیدی است و مهم نیست که موضوع چقدر مشکل است، اما من به دنبال مشارکت و گفتگوی سازنده با همه بازیگران خواهم بود. ریچارد بنت در حال گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان تعیین شده است که پیش از این گزارش‌های از نقض حقوق بشری از سوی سازمان ملل متحد در افغانستان پخش شده است. امارت اسلامی گفته که بعد از صحبت‌ها با مقام‌های ایرانی وضعیت پناهجویان افغان در ایران بهبود یافته. همزمان با این، با ادامه اعتراض‌های قبلی شمار از افغان‌ها در فرانسه نیز گردهمایی اعتراضی را درباره بدرفتاری با مهاجران افغان در ایران راه‌اندازی کردند. آنان از نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر می‌خواهند به این موضوع رسیدگی نماید. وحیده حسن جزئیات می‌دهد. اینان شهروندان افغانستان هستند که در شهر پاریس گرده هم آمده اند و بر بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران اعتراض دارند. دغه ټول وختونه او غږ هم دا و چې په نړیوالو باندې غږ وکړي چې مونږ یو سوله غوښتونکي خلک یاستو، مونږ ډیر مظلوم خلک یاستو، که مونږ ولې ظلمونه کوي، مونږ ته لاس راکړي، زموږ لاسنیوی وکړي، مونږ سره مرسته وکړي، او د دغه شانې ایراني جابرو چارواکو او ولسونو نه زموږ د حق غوښتنه وکړي. همزمان مسئولان در امارت اسلامی میگویند که بعد از صحبت‌ها با مقامات ایران وضعیت پناهجویان افغان در ایران بهبود یافته است. مسئولین امارت اسلامی با مسئولین کشور ایران در رابطه با مهاجرین افغان در آن کشور تماس‌های مسلسل و متکرر داشتند و فعلا در کشور ایران وضعیت افغان‌ها خوب شده و ما توقع ما ای هست که ما ای باید خوبتر شود. برخی ها به این باور هستند که کابل باید در این رابطه به دیپلماسی فعال متوسل شود. د نړیوال حقوقو پر اساس باندې اسلامي امارت مسولیت لري چې د خپل اتباعو د حقوقو د نقص پوښتنه د ایران اسلامي جمهوري دولت څخه وکړي او هم کولی شي چې د ډیپلوماتیکو لارو څخه د خپل اتباعو د حقوقو د تامین ډاډ حاصل کړي. اردو حکومت با همصدایی کار کنن، چون این وضعیتی که به وجود آمده به نفع هیچ طرف نیست.
در روزهای پسین نشر ویدیوهایی که بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران را نشان می‌دهد، واکنش‌های گسترده را در پی داشته است. اما سفارت ایران در کابل نشر این ویدیوها را کار ویرانگران می‌داند که دنبال برهم زدن روابط بین دو کشور هستند. ادامه خبر ده پس از وقفه کوتاه. وزارت داخله در پایان ماه جاری یونیفرم مشخص پلیس را به نیروهای امنیتی توزیع می کند. مسئولان در وزارت داخله می گویند رنگ یونیفرم های نیروهای امنیتی مشخص شده و روند توزیع عملی خواهد شد. همزمان با این شمار از شهروندان با انتقاد از مشخص نبودن یونیفرم نیروهای امنیتی می گویند نبود یونیفرم سبب چالش های از جمله سرقت های مسلحانه در کشور شده. فرشاد داریوش جزئیات می دهد. پس از گذشت نزدیک به 8 ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در افغانستان، اکنون وزارت داخله می گوید که کار یونیفرم نیروهای امنیتی تکمیل شده است و پس از ماه رمضان به نیروهای امنیتی توزیع خواهد شد. یونیفرم به پلومری قدم که در کابل مجاهدونو تو ویل شل سی او لحقه و روست به در ولایتونو مجاهدونو تو ورک رل سی. در همین حال شماری از آگاهان نظامی داشتن یونیفرم را در کاهش جرایم جنایی در کشور مهم می دانند. توزیع یونیفرم جدید به پلیس افغانستان بر علاوه در جرایم کاهش به میان می آید، بلکه با منصوبین امنیتی با افراد غیر مسئول و نظامی کشور می تواند خیلی ساده تفکیک شود. بدون یونیفرم در حقیقت یک نوع بی‌دیسیپلین در جامعه در اداره امور نظامی با وجود میاد که اعتماد به کسایی که سلاح دارند از بین میره. برخی از پایتخت نشینان نیز میگویند که مشخص نشدن یونیفرم نیروهای امارت اسلامی سبب چالش های به شهروندان کشور شده است. یونیفرم مشخص که په دې خاطر باندې چې د غلو د نظامي سړي پرکوسي اوس اندازه نه معلومې چې غل څوک ته هر سړي سلاح په غاړه کې اچولې. امارت اسلامي خواهشمند هستیم تا به بخش های امنیتی و ارگان های امنیتی یا یونیفرم مشخص ایجاد کنند. پیش از این نیست بارها مسئولان امارت اسلامی گفتند که یونیفرم های مشخص شده را به نیروهای دفاعی و امنیتی امارت اسلامی توزیع می کنند. اکنون که بیش از 8 ماه از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور می گذرد، تا هنوز نیروهای امارت اسلامی به یونیفرم های مشخص شده ملبس نشدند. فرشاد داریوش، طلوع نیوز، کابل. ادامه خبر ده پس از درنگ کوتاه. باشندگان بلخ از افزایش بهای خاربار در ماه رمضان نگران هستند. آنان گفتند بهای هر بوری آرد تا 300 افغانی و بهای هر قوطی روغن تا 180 افغانی افزایش یافته. باشندگان بلخ میگویند که همزمان با افزایش بهای مواد خوراکی بیشتر مردم به علت بیکاری و فقر توان خرید را ندارند. عارف موسوی جزئیات میدهد. در این روزها افزایش بهای مواد خوراکی به یک معضل جدی برای باشندگان ولایت بلخ مبدل شده است. بیشتری از باشندگان بلخ میگویند که به علت بیکاری توان خرید را ندارند و خواهان رسیدگی به معضل افزایش بهای مواد خوراکی هستند. برای فعلا اگر بگم که 85% مردم توانی خرید مواد اولیه را نداره، شاید کسی باور نکنه، خصوصا مردم ولایت بلخ. امیال در هر دان دکان برین باورتان میگه که 3-4 نفر جوان جوان استاد است میگه دما زکات بده، دما کمک کن. ای از بیکاری است، ای از نرخ بالا رفتن است. محب الله از باشندگان مزار شریف میگوید که از بام تا شام کار میکند اما درآمد اندک دارد، که افزایش بهای خوراکی او را همانند بیشتر از شهروندان آسیب پذیر ساخته است. صبح تا بگر سرین میکنم، زرنج کار میکنم، 1 کیلو روغن 200 روپه، 1 کیلو برنج اینجا 130 روپه. امیدی دیگه نمیره، کم کار و بار نیست، هیچ چیز نیست. فروشندگان مواد خوراکی در بلخ نیز میپذیرند که در روزهای پسین بهای مواد خوراکی از جمله آرد و روغن افزایش یافته است. یک بوتل روغن 2 دلار الی 2.5 دلار نرخ افزایش یافته. در فی بوجی آرد هم 300 افغانی افزایش یافته. علتش که پسان میکنیم، ما میگم تولات های جهانی است و مواد خوراکی بسیار کم از وسط جهان. در این میان شهرداری مزار شریف از تلاش ها برای جلوگیری از گران فروشی خبر میدهد.
یا از یک روز گرفته تا یک سال برشان اجازه است که اتصاب بکنه. ما کتی مقام ولایت، احکام ولایت کتی ما است، کتی ما امید تو توافق کده آمده، این امین نرخنامه را کتی خودشان آوردیم، شاندیم، تعهد از پیششان گرفتیم، انگشتایشان است، این امروز بازینی تو سازاره میکنه. پیشتر نیز شهرداری مزار شریف برای گوشت فروشان نرخنامه ای داده بود که شماره از قصابان در اعتراض به آن برای دو روز اعتصاب کاری کرده بود. وقفه. در ادامه هم بریم به بیرون از کشور. وزارت خارجه روسیه بر ورود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به این کشور تحریم وضع کرده. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده بر 13 مقام بریتانیا تحریم وضع شده است. همزمان با این ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید وضعیت در ماریوپول رو به بدتر شدن است و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند احتمال دارد تا مذاکرات میان مسکو و کیف پایان یابد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که جهان باید آماده استفاده از اسلحه هسته‌ای از سوی روسیه باشد. نیازی نیست که جهان منتظر باشد تا روسیه از سلاح‌های هسته‌ای‌اش استفاده کند. جهان باید آماده شود که مانع روسیه از راه‌های دیگر شود. باید با آنان صحبت کنند، یک برگه امضا کنند. این اقدامات می تواند اقتصاد را بیشتر فشرده کند. جهان نباید صبر کند. آنان می توانند از هر سلاح استفاده کنند. شما نمی توانید به روسیه اعتماد کنید. همزمان با این زلنسکی می افزاید اگر نیروهای گیرمانده ما در ماریوپول کشته شوند احتمال دارد تا گفتگوهای ما با روسیه پایان یابد. وضعیت در ماریوپول رو به وخیم شدن است. نیروهای ما در محاصره نیروهای روسی قرار دارند. آنان به آب و غذا دسترسی ندارند، ولی بچه های قهرمان ما مبارزه می کنند. من از آنان قدردانی می کنم، ولی این قدردانی کافی نیست. ما باید برای آنان یک پلان منظم داشته باشیم. صادقانه بگویم اگر وضعیت همچه ادامه پیدا کند، مذاکرات پایان خواهد یافت. اما تصاویری که توسط هواپیماهای بی‌سرنشین گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای روسی در خاک اوکراین برای پنهان شدن زمین را حفر کردند. اکنون برای اثرگیری فعالیت‌هایمان وقت بسیار محدود است، اما به لطف شرکت‌ها توانستیم که با حفر کردن زمین در طول 2 ساعت به اینجا برسیم و من فکر می‌کنم که اداره شهرداری کیف کوشش دارند تا زندگی مردم اینجا دوباره به حالت عادی برگردند و کار کنند درست مثل قبل، چیزی که اصلاً امکان ندارد. در همین حال باشندگان کیف در این شهر مراسم عید پاک را تجلیل کردند و می‌گویند که تجلیل این مراسم در جنگ نسبت به هر زمان دیگر لازمی است. سلی پروشینی، جیت دالی. البته که اکنون احساس متفاوتی دارم. این را احساس می کنم که خداوند در شرایط سخت نیز ما را دوست دارد و از ما محافظت می کند. از آغاز جنگ روسیه و اوکراین نزدیک به 1 ماه سپری می شود، ولی تا کنون هیچ طرف درگیر نتوانسته برنده جنگ در میدان نبرد باشد. در سوی دیگر فنلند گفته که باید برای تغییرات احتمالی در مرز با روسیه آماده باشد، با وجود که این کشور اوضاع نظامی را تا هنوز آرام می داند، اما میگوید باید از بهر دفع تهدیدهای امنیتی آماده باشد. این کشور که بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، پس از حمله مسکو بر اوکراین تصمیم گرفته تا به عضویت ناتو درآید. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبرده در طلوع. سپاسگزار همراهیتان. در طلوع نیوز خبرها همچنان ادامه دارد. فضانوردهای چینی پس از سپری نمودن 6 ماه در فضا دوباره به زمین برگشتند. 3 فضانورد این کشور که شامل 2 مرد و 1 زن هستند بیش از 180 روز را در ایستگاه فضای این کشور سپری کردند. این از طولانی ترین سفر فضانوردان چینی به فضاست. 3 فضانورد چینی پس از 183 روز در ایستگاه فضایی کاخ بهشتی به زمین بازگشتند و طولانی ترین ماموریت فضایی خدمه این کشور را رقم زدند. این فضانوردان 9 ساعت پس از خروج از یک مدل کلیدی از ایستگاه فضایی این کشور به زمین فرود آمدند. موشک فضایی آنان در ماه اکتبر به فضا فرستاده شد و با سپری نمودن 183 روز 5مین ماموریت را از میان 11 ماموریت فضایی تا پایان این سال تکمیل کنند.
واقعا این سفر 180 روزه به فضا کار آسان نیست، اما ما احساس تنهایی نمی کنیم، چون از پیام سال نو رئیس جمهور شی، پشتیبانی قوی جامعه و همراهی تیم مهندسی شبانه روزی معلوم می شود که در کنار ما هستند. ما به آغوش میهن برگشته ایم. من واقعا احساس خوشبختی می کنم و می خواهم به شما بگویم که من محفوظ هستم. در عین حال می خواهم به دخترم هم بگویم که مادرت از ستاره چیدن برگشته است. با این حال شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور هفته گذشته از مرکز پرتاب فضاپیما ونیاچنگ بازدید کرده و در جریان بازرسی بر تلاش‌های بیشتر برای ساخت یک پایگاه پرتاب که با معیارهای جهانی برابر باشد تاکید کرده است. امیدوارم برنامه ماهواره و همچنان برنامه فضایی سرنشیندار را با قدرت به پیش ببرید. با توصیه های فضایی جهانی نگاه کرده و نیازهای استراتژیک صنعت فضایی چین را برآورده کنید. مسئولیت های خود را به عهده گرفته و شجاع باشید. برای نوآوری و دستیابی به پیشرفت ها، بهبود همه جانبه قابلیت های پرتاب فضایی مدرن و برای ایجاد یک پایگاه پرتاب فضاپیما با معیارهای جهانی تلاش کنید. رئیس جمهور این کشور درباره یک سری از ماموریت‌های فضایی کلیدی از پایگاه‌های دیگر نیز صحبت کرد. این کشور پرجمعیت جهان تلاش دارد 55 پرتاب به فضا را انجام دهد. چین در سال اخیر میلیاردها دلار را برای برنامه‌های فضایی خود سرمایه‌گذاری کرده و می‌خواهد به برنامه‌های فضایی روسیه و آمریکا برسد. این کشور تلاش دارد تا با داشتن پایگاه دائمی سرنشیندار در فضا برای اولین بار در تاریخ این کشور در سال 2029 انسان را به کره ماه بفرستد. در ماه‌های پسین کاروبار دکان‌های کهنه‌فروشی در شهر کندز رونق گرفته. شمار از باشندگان کندز گفتند مردم به علت بیکاری و چالش های اقتصادی به کهنه فروشی رو آوردند. در این حال ریاست مهاجران کندز میگوید بحران اقتصادی در کشور کاروبار را با رکود روبرو ساخته. این یکی از بازارهای کهنه فروشی در کندز است. دیده می شود که در این بازار بیشتر اموال دست دوم خانه ها به فروش می رسد. این کهنه فروشان می گویند که در ماه های پسین کاروبارشان رونق یافته است و روزانه بسیاری از باشندگان این ولایت به علت فقر و تنگدستی ناگزیر هستند تا اموال خانه هایشان را به بهای اندک به فروش برسانند. مجبوری است مردم مادر اسبابای خانه‌ش میاره سودا میکنه، چیزی خوراک نداره، کاروبار نیست که اقلن بخره. یک راسته کنه فروشی رو دال فکر بود 5 کوچه اینجا توان 100 دکان کنه فروشی جور شده. بلقیس 34 ساله که باشنده کندز است در این بازار آمده است تا اموال خانه اش را به فروش برساند. اینجا خانه را آوردیم و فروش انداختیم به خاطری که نانور نداریم پنج تا نانمون را پیدا کنیم برویم و ما باید یک کمک شود دولت. در همین حال مقام های محلی کندز این مشکل را سرتاسری می داند. به انشالله به خپل خر به خر او ولسوالی په ولسوالی قریه په قریه ګرځم چې د خپل د لاس نه هغه مستحقین چې یقیني دوی نیازمند دي کومک ته کوشش کوم چې په خپل لاس ولیکم او خدای ته امید لرم چې دوی به خامخا بیا د دغه نه برخمن شي د کومک نه. باشندگان کندز از مقام های محلی این ولایت می خواهند تا از بر جلوگیری از افزایش بیکاری زمینه کار را فراهم کنند. کار کنکریت ریزی یک جاده در ولایت بغلان آغاز شده. مقام های محلی بغلان گفتند که این جاده به درازی 300 متر و به پهنای 14 متر در ولسوالی بغلان مرکزی کنکریت ریزی خواهند شد. کار کنکریت این جاده که در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان موقعیت دارد به تازگی از سوی مقام های محلی این ولایت آغاز شده است. بغلان شهری جدید د امام قتیبه صاحب د چوک نه تر پښتونستان چوک پورې یعنی تر ولسوالۍ پورې دغه سرک الحمدلله کانکریټ کیږي او دغه نګه په شاریکونه کې هم موږ دغه کار پیل کړی ده. مقام های محلی بغلان میگویند که این جاده 300 متر درازا و 14 متر پهنا دارد. دا به تقریبا په زمین کې د 15 روز کې سرته ورسیږي او راتلونکي هم انشاءالله موږ پروګرامونه ډیر لرو لکه څنګه والی صاحب اشاره ورته وکړله پشاری کنه که شاو خواهد نور در سرکان است سی موش انشالله آقا پلان لورو و کارون پر کنه. در همین حال شمار از باشندگان و بزرگان ولسوالی بغلان مرکزی با استقبال از آغاز کار این جاده از نهادهای مسئول می خواهند تا به مشکلاتشان رسیدگی کنند.
په کلونه کلونه دا سړک ویجال په حالت کې پروت و. څوک پوښتنه نه کوه، نن موږ شاید افتتاح یو چې نن الحمدلله چې کانکریټ اچول کېږي او بیا رغونه کېږي. دا ډېر یو نیک اقدام دی. دا سړک ډېر خراب و، ښار مینځ و، دا ډېر یو ښه اقدام دی. دا سړک پوخ شي، ډېر خلکو ته سهولت ایجادېږي. هزینه ساخت این جاده 3,100,000 افغانی پیش بینی شده است که از بودجه توسعه شهرداری ولسوالی بغلان مرکزی پرداخت می شود. مسئولان در نگارستان ملی می گویند که به علت چالش های موجود در این مکان فرهنگی شمار بازدید کنندگان نیز کاهش یافته. آنان می گویند که در پی کاهش چشمگیر شمار بازدید کنندگان درآمد این نهاد به 80% کاهش یافته. نگارستان ملی یکی از مهمترین گالری هنرهای مدرن در کابل. این نگارستان در سال 1362 هجری شمسی در زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ به فعالیت آغاز نمود که در این مکان آثار گرانبها و نمونه از تابلوها و نقاشی‌های هنرمندان افغانستان نگهداری شده و به نمایش گذاشته شدند. مسئولان در نگارستان ملی میگویند که به علت چالش‌های موجود در این مکان فرهنگی شمار بازدید کنندگان نیز کاهش یافته است. مشکلات ما این بوده که آثار بیننده نداشتیم، مثلا هنر زیاد تشویق نشده، هنر هنرمند تشویق نشده. در چالش‌ها زیاد بودیم که مثلا ما باید آثار از تقریبا صدها آثار می‌خریدیم. امروز ما قدر که ما باید در این مدت ما آثار میتونستیم بدز بیاریم نتونستیم. بازدید کننده ما بالکل به صفر رسید. حال نمیدانم که مشکل در کجا بود. شاید کار نشد از طرف اداره، درست تبلیغات نشد، به مردم آگاهی دهی نشده. آنان میگویند که در پی کاهش چشمگیر شمار بازدید کنندگان عواید این نهاد نیز کاهش یافته است. در یک سال 7,000 افغانی تکت ما توزیع کردم که او را ما در حساب دولت واریز کردیم. قبلا پیش از 7 سال که ما نبودیم امکان در عایدشان بیشتر بوده باشه، ولی به سال بعدیش ای عاید ما بالکل نداشتیم و ای تکت توزیع نشد تا ای که نظام تغییر خورد. در نگارستان ملی در مجموع 800 آثار وجود دارد که از این میان 500 اثر آن به علتهای گوناگون در آرشیف این نهاد نگهداری می شود و تنها 300 اثر قابل هویت است. ما تقریبا حدود 800 آثار دادیم که در مجموع 800 آثار دادیم که تقریبا 300 آثارش فعلا دیکور است و متبقیش که حدود 500 اثر می شود در مخزن آثار ما به شکل بسیار محفوظ نگهداری میشه و از روی حفاظت صورت میگیره. دو قسم آثار، دو قسم جمع‌آوری داریم. یک جمع‌آوری ما است که از طرف دولت خریداری میشه و یک قسم تابلوی داریم که از طرف هنرمندا طور تحفه برای غنامندی گالری ملی داده میشه. نگارستان ملی کابل در بخش هنرهای تجسمی فعالیت دارد و اثرهایی که در آن نگهداری می شود تصویرهایی از مکانهای محلی و تاریخی این سرزمین، منظره های طبیعی، مکانهای باستانی، سیمای کابل قدیم و گوشه های از چگونه زیستی در افغانستان را به نمایش می گذارد. دو کارخانه تولید کاغذ در افغانستان صادرات خود را به آسیای میانه و ترکیه آغاز کردند. مسئولان این کارخانه ها می گویند که در دو هفته گذشته نزدیک به 800 تن کاغذ به بیرون از کشور صادر شده و روند صادرات آنان جریان دارد. آمارهای اتاق صنایع و معادن نشان می دهد که افغانستان 3 تا 4 برابر بیشتر از نیازش کاغذ تولید می کند. در حال حاضر کاغذ این کارخانه بارگیری و از طریق حیرتان به ازبکستان صادر می شود. این کارخانه ظرفیت تولید 100 تن کاغذ را در روز دارد و تا حال افغانستان کاغذ ای‌4 و ای‌3 به کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه صادر کرده است. ما در گمرک تخلیه میکنیم، میره در موتره کشورهای ازبکستان، این بار میره طرف ازبکستان. مسئولان کارخانه های تولید کاغذ میگویند که نبود برق و انتقال پول از طریق بانک ها کارانان را به مشکل روبرو کرده است. مشکلات برق وجود دارد، در پهلویش نبودن امکانات بانک یا انتقال پول به کشورها برای خرید بعض مواد خام ما است که تیتی انجام نمیشه و ضمن هر زمانی که مشکل حل شود احتمال زیاد میره که ما بتانیم مشکل مواد خام خود حل بکنیم.
این کارخانه تولید کاغذ در ولایت پکتیا فعالیت دارد و به تازگی صادراتش را به ازبکستان، تاجیکستان و ترکیه آغاز کرده است. پس از آغاز صادرات کاغذ افغانستان به بیرون از کشور، برخی از کارخانه‌داران تلاش دارند سرمایه گذاری های خود را در بخش تولید کاغذ افزایش دهند. ما فاز دوم و سوم آن را هم زیر مرحله سرمایه گذاری قرار دادیم تا برنامه پلان ابتدایی آن را به انجام برسانیم و بعد داخل بازارهای بزرگ که در منطقه تقاضای زیاد کاغذ مشمار دارد داخل شویم. افغانستان بیش از 150 کارخانه چاپ دارد که از این میان تنها 3 کارخانه آن کاغذ تولید می کند. کاغذ A4 دو فابریکه مدرن که در افغانستان فعالیت داره، تانستیم که ما 4-5 برابر ظرفیت کشور تولید بکنیم و بخش ازیر از افغانستان با آسیای مانه صادرات بکنیم برای اولین بار. ده ها کارخانه به دلیل نبود بازار، کمبود انرژی و مشکلات بانکی در افغانستان بسته شدند. اما برخی از کارخانه ها نه تنها کارشان بهبود یافته، بل صادرات خود را به بیرون از کشور آغاز کردند. تمیم شهید، تلو نیوز، کابل. ادامه خبر را پس از وقفه. شمار از بازرگانان از بلند رفتن محصول تربوز در گذرگاه ها شکایت دارند. این بازرگانان گفتند که محصول تربوز تا دو برابر افزایش یافته و بلند رفتن محصول بهای این میوه را در بازارها بلند برده است. بازار بسیاری فروشندگان در اینجا نسبت به سالهای پیش کم رنگ است. شمار از وارد کنندگان تربوز می گویند که بلند رفتن محصول تربوز در گذرگاه ها سبب افزایش بهای آن شده است و به همین علت میزان فروش آنان کاهش یافته است. ما از ایران تربوز وارد می کنم. همین پیش همین شروع اول رمضان که بود همین تربوز تناجش فیتون 5000 پا محصول می شد. همین درست که از رمضان تیر شد محصول ها بارا رفت، یک تن تربوز 13500 فعلا محصول میشه. نه محصول جیگ دم وارد نکیگی، توانو نکی خل تجاران گون توانو نکی وسه نکیگی. دی غری و افغانستان خلق اقتصادم ضعیف ده، میوه خوړایم نسی دی. تربوز قندز ما که میبره او چند میشه؟ 360 روپیه، 50 روپیه، 620 روپیه. خاصره ای برادر تربوز خارجی 680 روپیه، 70 روپیه. در همین حال اتحادیه میوه تازه و سبزی از وزارت مالیه می خواهد که محصول میوه تازه به ویژه تربوز را کاهش دهد. در این وقت موسم سال در اینجا سالانه روزانه تقریبا در حدود 5000 نفر کار میکرد. جوالی، موتروان، چندگر، مالوالا، همه کس، این مردم ها کلش بیکار شده. هر سال کار میکردیم 500-600 روزانه میکشیدیم از مارکت. امسال این سال سیر ما فروخته نمیتونیم. وزارت مالیه می گوید که افزایش محصول تربوز در گذرگاه ها نظر به بهای کالا در بازارها سنجش می شود. ما صرف بازار معلومات کردیم، اما قیمتش در سیستم مطابق بازار کردیم. او طبیعی است کم ذره تعرفه بالا رفت. دیگه در اصلی تعرفه تغییر ناوردیم، ولی او قیمتش که بسیار زیاد پایین گرفته شده بود او را معیار و برابر با بازار گرفتیم. طبیعی است که کم ذره بالا رفت، خوب بسیار زیاد کم است. افغانستان بیشتر در فصل زمستان و اوایل بهار میوه مورد نیاز خود را از بیرون به ویژه ایران و پاکستان وارد می کند و بلند رفتن تعرفه های گمرکی تاثیر مستقیم بر بلند رفتن بهای میوه در بازارهای کشور دارد. روند توزیع نان خشک به افراد نادار در ولایت بغلان آغاز شد. مقام های محلی بغلان می گویند که هدف از این کار رساندن نان در ماه مبارک رمضان به خانواده های نادار است. شمار از خانواده هایی که از این کمک ها بهره‌مند شدند می گویند در این ولایت کمک های بشردوستانه به خانواده های فقیر نرسیده. مقام های محلی بغلان می گویند که از پنجم ماه مبارک رمضان به این سو روزانه به 4,500 خانواده نادار در ولایت بغلان نان توزیع می شود تا خانواده های نادار به مشکل روبرو نشوند. شماره از خانواده هایی که نان دریافت می کنند می گویند که این کمک ها بخش از مشکلشان را برطرف می سازد، اما تا هنوز کمک های بشردوستانه دیگر به این ولایت نرسیده است. پنج دانه نان است که توزیع میشه همه روزت این زمین نان بایی نان خود دریافت میکنه. تو کم نان های خوش که بیگاهی پنج تا نان میتر، لیکن اما
یک کار دیگه است که بیاوردم این خیر و خیراتی هایی که میای کمکی ها به غریب بیچاره اینجا میفته چرا؟ خواستی ما از امارت سلامه که بامی رقم درد نان توازی نگیر کمک ها که برسد فسار اقتصاد مردم میشه. بر بنیاد آمارهای مقامهای محلی بغلان، روزانه 22 هزار نان خشک در شهر پلخمری و اطراف آن به خانواده های نادار توزیع می شود. در خوب طول هیواد که بیوزلی در بیکاری در چون دومره امکانات پلاس که نو چه طول تا رسیدگی و سی در حق و مستحق و کسانو تا چه اگر دی روزمات دوده و نلری یا دی پیشلمی دوده و نلری حق مستحق و مشکلات چه ناسبی حل کیگی؟ تخمیناً تلور زره او پینزه سوه فامیل تا هر فامیل تا پینزه پینزه دوده منگور کهو دی سر الحمدلله دی دیر و بیوزل و مسکنان و فقیران و دغه اقتصادی مشکلات روزانه حل کیگی او دغه دوده ورکول تقسیم اول با انشالله تراختر پوری دوام لید. برخی از باشنده های بغلان از امارت اسلامی می خواهند تا در بخش رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم محل توجه کند تا نیازمندان از این کمک ها بهره مند شوند. صادرات و برداشت مواد غذایی از در اوکراین به گونه چشمگیر کاهش داده شده. برخی از کشاورزان اوکراین میگویند که افزایش هزینه ها و کمبود نیروی کار بر تولید و صادرات فرآورده های کشاورزان این کشور در مناطق مختلف اثر منفی گذاشته و میزان تولید گندم، سویا و دانه آفتاب گردان کاهش خواهد یافت. تداوم جنگ و درگیری در اوکراین میزان صادرات و برداشت فرآورده های کشاورزی به ویژه در بخش مواد غذایی این کشور را کاهش داده است و محاصره مسیرهای تجارتی فرآورده های این کشور را با مشکل روبرو کرده است. این کشاورز 250 هکتار زمین را مدیریت می کند و بیشتر در زمین های کشاورزیش گندم، سویا و دانه آفتاب گردان کشت می کند. این کشاورز می گوید که هزینه های تولید برای کشاورزان محلی غیر قابل تحمل شده است. قیمت مواد نفتی 25% افزایش یافته است و نمیدانیم که آیا همچنان افزایش خواهد یافت یا خیر. حدس میزنم هزینه کل تولید 10% افزایش یابد. در همین حال مهاجرت و بیجا شدن برخی از شهروندان اوکراین بخش کشاورزی این کشور را به کمبود نیروی کار روبرو کرده است. ما مزارع کوچک و متوسط را اداره می کنیم. بنابراین وقتی همسایگان ما به ارتش فرا خوانده شوند جلسات خواهیم داشت و به آنها در زمینه کشاورزی کمک می کنیم. همکنون به دلیل بسته شدن مسیر تجارتی اوکراین در دریای سیاه صادرات مواد غذایی به ویژه صادرات نزدیک به 4 میلیون تن گندم آن قابل حمل نیست. سازمان ملل متحد هشدار داده است که تعلیق در تجارت مواد غذایی بهای این مواد را ممکن تا 22% افزایش دهد که تأثیر منفی گسترده بر تجارت و امنیت جهانی غذا در قبال خواهد داشت. فنلاند میگوید که باید برای تغییرات احتمالی در مرز با روسیه آماده باشد با وجود که این کشور اوضاع نظامی را تا هنوز آرام می‌داند، اما می‌گوید که باید از بهر دفع تهدیدات امنیتی آماده باشد. این کشور که بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، پس از حمله مسکو به اوکراین تصمیم گرفته تا به عضویت ناتو درآید. آتی کایکونن وزیر دفاع فنلاند میگوید با وجود که وضعیت نظامی در مرز میان روسیه و این کشور آرام است، اما تاکید میکند که کشورش باید برای تغییرات احتمالی در مرز روسیه آماده شود. اکنون اوضاع نظامی در همسایگی های فنلاند آرامند. فنلاند با کدام تهدید احتمالی نظامی روبرو نیست، اما ما باید آینده نگر باشیم. این کشور باید آماده استفاده هر گونه قوت نظامی و سیاسی باشد. در کنفرانس خبری وزیر دفاع این کشور گفته است که این کشور از خود در برابر هر گونه تهدید دفاع کرده و هزینه های دفاعی خود را در طی 4 سال آینده به 2.2 میلیارد یورو افزایش خواهد داد. دولت فنلند تصمیم گرفته است تا بر نیروهای دفاعی سرمایه گذاری کند. تصمیم گرفته شده است تا برای 4 سال آینده بودجه دفاعی را در مجموع حدود 2.2 میلیارد یورو افزایش دهد. ما بودجه دفاعی امسال را نزدیک به 700 میلیون یورو افزایش خواهیم داد.
تهاجم روسیه به اوکراین فنلند را به آستانه درخواست عضویت در ناتو سوق داده و باوری که سال در انتخاب نمودن هیچ طرف حاکم نمی شود را کنار گذاشته است. این کشور بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، اما مسکو گفته است که اگر همسایه اش به اتحاد اروپا بپیوندد، عواقب نظامی و سیاسی جدی را در پی خواهد داشت. با این ترتیب رسیدیم به پایان خبر در شب. خوش، خدا نگهدار.